ایستاده ایم در طبقه چهارم موزه هنر مدرن در اتاقی ویژه نمایش آثار پاپ آرت و نگاه میکنیم به یک تابلوی مهم، تابلوی بزرگ به نام مرلین طلایی. این تابلو که در سال 1962 آفریده شده نه فقط از نظر اندازه بزرگ است، بلکه خیلی هم گران به نظر میرسد، زیرا بیشتر سطح بوم از نوعی رنگ طلایی برنزی متالیک پوشیده شده است. سر مرلین انگار در مربعی درست در مرکز تابلو شناور است. اندازه سر بسیار کوچک و در صفحه طلایی رنگ تک افتاده است. این عکس از آخرین عکس‌هایی است که با تایید شخصی مرلین منتشر شده و چاپ بسیار بدی هم دارد. عکسی است که از روزنامه بریده شده و ناشیانه و کارتونی رنگ شده است. نگاه کنید به رنگ زرد روی سیاهی مو و سرخی ماتیک و سایه چشم سبز فیروزه‌ای. هولناک است و از آن ناشیانه تر قرمزی لبها روی رنگ سیاه. این تابلو درست پس از خودکشی مرلین آفریده شد و اثر نیرومندی است. نوعی یادبود اوست و تهمایه‌های دینی دارد. طلا در اینجا همان نقش طلا در نقاشی‌های بیزانسی را دارد و او بر جای مریم عذرا نشسته است. در فرهنگ مصرفی امروزه، فرهنگ تجمل و شهرت که در کار وارهول بی نهایت مهم است، مرلین جایگاه والا و یگانه‌ای دارد. این فرهنگ، فرهنگ ما و آیین زمانه ماست. نبوغ وارهول در این است که بیش از آن که به تاریخ هنر بیندیشد، به دوران خودش و آنچه در این دوران اصیل است میاندیشد. در سال 1962، نقاشی دیگر چندان هنر اصیلی به حساب نمی آید. بشر در جهان ساخت و تولید انبوه زندگی می کرد. وارهول در این زمان از نقاشی دست می کشد و به چاپ رو می آورد که مکرر است. او کسانی را به کار می گیرد که کار چاپ را انجام دهند و در استودیوی کار می کند که آن را کارخانه می نامد. کسانی که هنوز در پی مهارت نقاشی بودند از این شیوه آزرده می شدند و از آن بدتر، موضوع اصلی هنر پاپ واژگون ساختن طبیعت بیجان، منظره، تاریخ سنتی و بقایای هنر نقاشی در معنای سنتی بود. به عبارت دیگر، جایگزینی سنت‌های کهن با فرهنگ عامه. تصویر کردن یک نماد فرهنگ پاپ به جای مریم عذرا، بیانیه نیرومند و تهاجمی ضد فرهنگ غرب بود. در سال 1961 یا 62 از لیختنشتاین پرسیدند پاپ آرت چیست و او پاسخ داد: پس از اکسپرسیونیسم انتزاعی میشد کهنه پارچه‌ای را در رنگ خیساند، به دیوار آویخت و کسی یافت که آن را اثر هنری بنامد. ما در پی چیزی بودیم که هنوز قابل تحقیر باشد و تنها چیزی که هنوز میشد تحقیر کرد فرهنگ بصری پاپ بود. فرهنگ دنیای تجاری، فرهنگ پست و سطحی. این نکته پنجره تازه‌ای به سوی هویت و درک آدمی از هویت گشود. آنچه در اینجا می‌بینیم مرلین مونرو نیست. در واقع ما اصلاً نمی‌توانیم بفهمیم او چه کسی است. آنچه در اینجا می‌بینیم جز نقاب چیزی نیست. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.